خب ببینید، آدم که ایستانی است اصولاً، فکراً با زمان تحول پیدا میکنه. من از دوره رضا شاه یادمه تا الان، میدونید، یعنی خوشبختانه حواسم از سر جاش تقریبا یه چیزایی یادم رفته البته، ولی خب مسلمه که تحول پیدا میکنه. میدونید ما مال یه دوران مثلا شاهنشاهی بودیم که سرود شاهنشاهی میخوندیم و نمیدونم چیز مدرسه هامون و نمیدونم تمام فکر و تمام تمدن ایران اصلا میگفتن. بعد انقلاب شد، یه مرتبه عوض شد و جمهوری اسلامی شد و اصلا کلن زیاد. خب یه انقلاب رو من تجربه کردم دیگه. حالا عجیب نیست، میدونید طبیعیه که دید انسان عوض شه، طبیعیه که اگر آدم عوض نشه عجیبه، میدونید؟ یعنی الان من تاریخ یه جور دیگه میبینم، خیلی وقایعی که به نظر محکم یعنی از شرایط اون زمان چنان محکم و سفت و سخت به نظر میامد، میدیدیم نه، اصلا نبوده، رو هوا بوده. این جامعه رو کم میشناختیم، جامعه رو نمیشناختیم. خیلی از اصلا الان آدم تعجب میکنه که خاطرات مثلا رجال قبل رو میخونه، میبینه چقدر اینا یعنی نمیگم بیتوافدن، بی اطلاعن، چقدر نمیشناسن. حالا من سیاست مدار نبودم، ولی به عنوان یه مورخ میبایستی شاید خیلی زودتر بفهمم داره چه اتفاقی میفته. من روزی که خیابون میدون ژاله شلوغ شد و اونجا درگیری شد، فکر کردم داره انقلاب میشه. من شب یادم رفتم پلوی عموی شوهرم، مرد مسنی بود، خب اون انقلاب مشروطه دیده بود. گفتم من آقا فکر میکنم داره انقلاب میشه. اونم برگشت گفت چه خوب. من با عنوان مورخ شاید میباز خیلی زودتر متوجه شم، برای اینکه یک کم قبل از این اتفاق یکی از استادای دانشگاه یه خانومی بود، خب خیلی انقلابی بود، خب هنوز خبری نشده بود، داشت متجنج میشد، اینو کتک زدن، گرفتن، سابق کتکش زد. و من گفتم این خانم چقدر بیفکره، مگه ممکنه این اوضاع عوض بشه؟ یعنی عکس العمل اول من این بود که این بر چی مثلا تظاهرات میکنه که بعد دارن کتکش بزنه. ولی بعد خب میدون ژاله رو که دیدم گفتم، بعد از یه مدتی بود دیگه، میدونید بر من جالب بود دیگه. بعد اون وقت ما بحث میکردیم خیلی وقتا با دوستان آشنایان، خیلی میگفتن نه نه این انقلاب نیست. میگفتن پس انقلاب چیه؟ حتما باید مثلا گیوتین کنن، سر ببرن. من خب انقلاب داره یک جامعه زیر رو میشه. یعنی مسلمه که وقایعی که اتفاق میفته چیز تاثیر کنه رو دید انسان مسلماً. ولی به عنوان مورخ میگم من یه خورده دیر چیز شدم، ولی بعد که دیگه متوجه شدم، همزمان من داشتم تز دکترام راجع به انقلاب مشروطه مینوشتم، گفتم گمانم چقدر به من کمک کرد این انقلاب. میدیدم و داشتم راجع به انقلاب دیگه می نوشتم و خیلی کمک کرد و دید من رو این انقلاب هم تاثیر گذاشت. برای اینکه من دیدم توی انقلاب مشروطه که علما در واقع انقلاب کردن با تهییج مردم، دیدم هیچ کس دیگه نمیتونه مردم تهییج کنه، هیچ ایدئولوژی دیگه ممکن نیست غیر از علما، و اون وقت می دیدم در اتفاق می افته. و غیر ممکن بود که حزب توده بتونه انقلاب کنه، ممکن نبود. یعنی این دیده من مسلم خیلی تغییر کرد و الانم دید خودم دارم روزا، میدونید به دلایل خودم، میدونید که نتیجه گیری هایی که کردم مسلمه. آدم باید احمق باشه اگر که تحت تاثیر قرار نگیره.